آخرین گزارش‌ها از شهر آزاد شده گائو به دست نیروهای ارتش فرانسه و مالی از دستگیری باقی‌مانده پیکارجویان اسلام‌گرای این شهر حکایت دارد. بنابر گزارش‌ها، چریک‌های مسلح که تأمین امنیت این شهر را در دست گرفتند، خانه به خانه به دنبال این پیکارجویان می‌گردند. عبدالکریم سنبا، سخنگوی یکی از این گروه‌های چریکی می‌گوید افراد دستگیر شده عضو جنبش وحدت برای جهاد بودند. این اسلام‌گراها در خانه‌ها پنهان شده بودند. ما آنها را پیدا و جمع‌آوری کردیم تا تحویل نظامیان دهیم. از شهر تیمبوکتو هم که روز دوشنبه بدون خونریزی و صرفاً با ورود نیروهای ارتش فرانسه و مالی آزاد شد، خبر می‌رسد که این نیروها تأمین امنیت این شهر باستانی و افسانه‌ای را در دست گرفتند. اما در کنار صحنه‌های شادی مردم، گزارش‌های از غارت اموال عمومی حکایت دارد. تیمبوکتو شهری با قدمتی تاریخی و فرهنگی و از مراکز مهم مطالعات اسلامی در آفریقای سیاه به شمار می‌رود و در لیست میراث فرهنگی جهانی یونسکو قرار دارد. به آتش کشیده شدن عمدی کتابخانه انستیتو احمد بابا این شهر به دست اسلامگرایان واکنش و انزجار زیادی را برانگیخت.